ادامه لوکال آنستاتیک صفحه 593. دستگاه عصبی مرکزی. تمامی بی‌حس کننده های موضعی. اثرات این داروها بر CNS در دوزه‌های پایین عبارت است از خواب آلودگی، احساس سبکی سر، اختلالات بینایی و شنوایی و بیقراری. یک علامت زودرس از سمیت بی‌حس کننده های موضعی احساس گزگز کردن اطراف دهان و زبان و طعم فلزی در دهان می باشد. در قضاوت‌های بالاتر نیستاگموس و انقباضات عضلانی ممکن است روی دهد. در نهایت تشنجات بارز تونیک کلونیک، تضعیف CNS و مرگ ممکن است حاصل شود. داروهای بی‌حس کننده موضعی با تضعیف مسیرهای مهاری قشری موجب فعالیت اعصاب تحریکی می‌شوند. می‌گردند. پس از این مرحله گذرا اگر غلظت این داروها در CNS باز هم افزایش یابد، تضعیف فراگیر CNS حاصل می‌شود. بهترین راه پیشگیری از تشنج، تجویز حداقل میزان لازم برای بروز اثر بی‌حسی موضعی و پرهیز از تزریق سهوی عضلانی یا تزریق بر بافت‌های پرعروق می‌باشد. تجویز حداقل میزان. هرگاه به دوزهای بالایی نیاز باشد، از یک بنزودیازپین مانند دیازپام خوراکی یا میدازولام تزریقی پیش از تجویز بی‌حس کننده موضعی برای پیشگیری از تشنج استفاده می‌شود. دیازپام یا میدازولام. اگر تشنج روی دهد، باید از هایپوکسمی و اسیدوز جلوگیریش گردد. اگرچه تجویز اکسیژن از تشنج پیشگیری نمی کند، به نظر می رسد هایپر اکسمی پس از آغاز تشنج مفید باشد. به عکس هایپرکپنیا اند اسیدوزیز به بروز تشنج کمک می کند. لذا هایپرونتیلیشن در طی درمان تشنج توصیه می شود. هایپرونتیلیشن پی اچ خون را افزایش می دهد که به نوبه خود پتاسیم خارج سلولی را کاهش می دهد. پس هایپرونتیلیشن پی اچ خون را زیاد می کنه و بعد پتاسیم خارج سلولی کم می شود. این ام پتانسیل های غشایی آکسون ها را هایپرپولاریزه می کند که موجب قرار گرفتن کانال های سدیمی در حالت استراحت یا میل ترکیبی پایین می شود و سمیت دارو را کاهش می دهد. برای درمان تشنجات ناشی از داروهای بی‌حس کننده موضعی می توان از مقادیر کم باربیتورات های کوتاه اثر همچون تیوپنتال به صورت وریدی یا پروپوفول، میدازولام یا دیازپام استفاده نمود. پس برای درمان تشنجات ناشی از داروهای بی‌حس کننده باید چیکار کرد؟ تیوپنتال، پروپوفول، میدازولام یا دیازپام تزریق استفاده کرد. از سوکسینیل کولین به مقدار خیلی کم به صورت وریدی می توان جهت درمان تظاهرات عضلانی استفاده کرد. این دارو یک مصدب کننده عصبی عضلانی کوتاه اثر بوده و از بروز تظاهرات قشر مغز در الکتروانسفالوگراف جلوگیری نمی کند. سوکسینیل کولین پس چیه؟ مصدب کننده عصبی عضلانی کوتاه اثر و از بروز تظاهرات قشر مغز در ای ای جی جلوگیری. یعنی میتونیم مثلا ای ای جی راحت بگیریم، اما بقیه چیز میکنن ای ای جی میتوزن به هم. در مواردی که تشنج شدید باشد، لازم از لوله گذاری تراشه و تجویز سوکسینیل کولین تو عمل انجام گیرد. این دو اقدام به همراه تهویه مکانیکی قادر است از آسپیریشن محتویات معده به ریه پیشگیری کنند و باعث تسهیل در هایپرونتیلیشن گردند. دو، کوکائین. از دو شروع یکیش همین بود دیگه، تمامی بی‌حس کننده های موضعی اثرشون چیه؟ باید کوکائین عکس هم از درسته؟ حالا دو، کوکائین. از دوران ماقبل تاریخ بومیان پرو برگ‌های گیاه بومی اریتروزیلوم کوکا را می جویدن که موجب رفع خستگی و احساس نشاط می شد. اثرات شدید CNS می تواند به دنبال امسیه کردن پودر کوکائین یا مصرف سیگار آن حاصل گردد. کوکائین یکی از پرمصرف‌ترین داروهای مورد سوء مصرف است. دوزهای بالای کوکائین استنشاقی و تزریقی تمامی سمیت‌هایی را که
در قسمت ذکر شد دارا می باشد. به علاوه کوکائین قادر است تا سمیت شدید قلبی عروقی شامل هایپرتنشن آریتمی و نارسایی حاد میوکارد ایجاد کند. سمیت های عصبی کلیه داروهای بیهس کننده موضعی تمامی داروهای بیهس کننده موضعی زمانی که با مقادیر بسیار زیاد به کار روند قادرند باعث ایجاد سمیت در بافت عصبی گردند. هر کی زیاد باشه باعث ایجاد سمیت میشه. به نظر میرسد کلوروپروکائین و لیدوکائین به هنگام استفاده جهت بیهستی نخاعی نسبت به سایر بیهست کننده های موضعی سمیت عصبی بیشتری دارند. کیا؟ لیدوکائین و کلوروپروکائین. بیهستی نخاعی به سمیت عصبی بیشتری دارند و موجب تحریک رادیکولار گذرا میگردند. پیشنهاد شده است داره میخوره پیشنهاد شده است که این سمیت به دلیل تجمع غلظت‌های زیاد بی‌حس کننده موضعی در دوم اسب کودا ایکوینا، ایکوینا اسم علمی اسبه، خب کودا ایکوینا می باشد. اگرچه مکانیسم این اثر سمی بر عصب شناخته نشده است، نشان داده شده که هم تداخل با انتقال آکسونی و هم اختلال هموستاز کلسیوم روی می دهد. داده گفتش که اگه هموستاز کلسیوم بریزه به هم میتونه چیز بکنه سمیت داره، همونطور شکله که نزاش کلسیوم وارد بشه ها. و ممکن است مسئول آن باشن. سمیت عصبی نخایی به علت مسدود شدن بیش از حد کانال های سودیومی ایجاد نمیگردن. دستگاه قلب و عروق، یعنی اثر حالا لوکال آنستاتیک رو دستگاه قلب عروق. اثرات قلبی عروقی داروهای بی‌حس کننده موضعی تا اندازه‌ای به اثر مستقیم آنها بر روی غشای عضله قلب و عضلات صاف و همینطور به اثرات غیر مستقیم آنها بر روی اعصاب خودکار بستگی دارد. بگو. اثرات قلبی عروقی تا اندازه‌ای به اثر مستقیم آنها بر روی غشای عضله قلب و عضلات صاف و همینطور به اثرات غیر مستقیم آنها بر روی اعصاب خود کار بستگی دارد. داروهای بی‌حس کننده موضعی همان گونه که در فصل 14 مورد بحث قرار گرفتند قادرند کانال های سدیمی را در عضله قلب مسدود کنند، باعث تضعیف عملکرد ضربان سازهای غیر طبیعی در قلب شدن. تضعیف عملکرد ضربانسازهای غیر طبیعی، یعنی هم آنتی آریتمی، و همینطور باعث کاهش تحریک پذیری و هدایت ایمپولس ها در قلب گردن. در غلظت های بسیار بالا آنها ممکن است کانال های کلسیومی را هم مسدود کنند. در غلظت های بسیار بالا به غیر از کوکائین این داروها همچنین قدرت انقباضی عضله قلب را کاهش داده و باعث گشاد شدن شریانچه ها می شوند. به غیر از کوکائین این داروها همچنین قدرت انقباضی عضله قلب را کاهش داده و باعث گشاد شدن شریانچه ها می گردن. هر دوی این آثار باعث کاهش فشار خون می شود. کدوم آثار؟ قدرت انقباضی قلب را کاهش بده کوکائین و باعث گشاد شدن شریانچه های آرتریول ها بشه، باعث کاهش فشار خون میشه. یعنی کسی که کوکائین مصرف کنه فشار خونش میفته پایین. کلاپس قلبی عروقی نادر است، اما پس از تجویز دوز زیاد بوپیواکائین و روبیواکائین سهواً به داخل فضای عروقی گزارش شده است. یعنی بوپیواکائین و روبیواکائین احتمالاً کلاپس قلبی عروقی همان گونه که قبلا ذکر شد کوکائین از نظر اثرات قلبی عروقی با دیگر بی‌حس کننده های موضعی متفاوت است. مهار بازجذب نورایفینفرین باعث انقباض عروق شده و افزایش فشار خون روی میدهد. بگو. مهار بازجذب باعث انقباض عروق میشه. یعنی نداری نمیگه نورایفینفرین تزریق کنیم، ما میگه نورایفینفرین رو بازجذب بشه مهار کنیم. وقتی فضای سینپسی میمونه وقت باعث انقباض عروق شده و افزایش فشار خون روی میدهد. اینجا ما فقط بازجذب بشه مهار میکنیم، یعنی داره تولید میشه
تو فضای سیناپسی میاد، نمیذاریم برگرده. آتنشن. آپتیک دو رو چیز میکنیم، اینهیبیت میکنیم. آتنشن. خب اون وقت اینطوری که میشه باعث انقباض عروق میشه تو فضای سیناپسیه و افزایش فشار خون رو میده. همین شو. کوکائین قادر از زمینه را برای آریتمی های قلبی مساعد نماید. بروز زخم در قشای مخاطی و سوراخ شدن دیواره بینی در معتادان به کوکائین به دلیل اثر کوکائین در تنگ کردن عروق و ایجاد ایسکمی مخاط بینی می باشد که حتی می توانند موجب آسیب به سپتوم بینی گردند. همین رو میگم، میگم کوکائین دیم بیشن وارد دیم سیگه. از این خاصیت کوکائین، چون عروق را تنگ میکنه، از این خاصیت کوکائین که باعث انقباض عروق میگردد، میتوان جهت کاهش دادن خونریزی از آسیب مخاطی یا ترومای جراحی در ناحیه حلقه بینی استفاده نمود. بوپیواکائین در مقایسه با دیگر داروهای بیهس کننده موضعیت بیهس کننده موضعی سمیت قلبی بیشتری دارد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که انسداد کانال های سدیمی به وسیله بوپیواکائین به دلیل مدت بسیار طولانی پتانسیل عمل سلول های قلبی در مقایسه با الیاف عصبی است. در مطالعات بعدی نشان داده شده که شایع ترین یافته ای الکتروکاردیوگرافی در افراد دچار مصدومیت با بوپیواکائین ریتم آهسته ایدیوونتریکولار با QRS پهن و جدایی الکترومکانیکی می باشد. چی شد؟ شایع ترین یافته الکتروکاردیوگرافی در افراد دچار مسمومیت با بوپیواکائین ریتم آهسته QRS اون گنده QRS و جدایی الکترومکانیکی می باشد. احیای بیمار دچار عوارض قلب عروقی بوپیواکائین ممکن است بسیار دشوار یا ناموفق باشد. احیای بیمار به وسیله حمایت های قلب ریوی استاندارد موفقیت آمیز بوده است که مشتمل است بر اصلاح سریع اسیدوز به وسیله هایپر ونتیلیشن و تجویز بیکربنات و تجویز اپینفرین آتروپین و بیریتیلیوم. بیهس کننده های منزعی به ویژه بوپیواکائین همچنین موجب مهار تولید کمپ می شوند. این یافته تأکیدی بیشتر بر درمان عوارض قلبی ناشی از بوپیواکائین با دوزهای بالای اپینفرین می باشد. ایزومر S یا همون لبو بوپیواکائین عوارض قلبی کمتری نسبت به مخلوط راسمیک یا ایزومر آر یا راستگردش دارد و اخیرا مورد تایید قرار گرفته است. روپیواکائین یک بیهس کننده موضعی دیگر است. پس ایزومر چپ کرد، کلاً عوارضش کمتره. روپیواکائین یک بیهس کننده موضعی دیگر است که اثراتی مشابه بوپیواکائین دارد، اما احتمالاً عوارض قلبی آن کمتر است. این موضوع ممکن است انعکاسی از این حقیقت باشد که روپیواکائین تنها به صورت ایزومر S در دسترس است که تمایل ذاتی کمتری به کانال سدیمی دارد. اما اثرش رو خون چیه؟ تجویز مقادیر زیاد پریلوکائین جهت بیهسی موضعی ممکن است باعث تجمع متابولیت ارتوتولوئیدین شود. دارید تولوئیدینا؟ یه بنزن با NH3 و CH3 میشه. حالا گفته حالت ببین این شکلی اینجوری، یه NH3 اینجا، یه CH3 اینجا، ارتوتولوئیدین شود که این ماده یک ماده اکسیدان بوده و میتواند باعث تبدیل هموگلوبین به متهموگلوبین گردد. زمانی که متهموگلوبین به مقدار کافی وجود داشت، یعنی 3 تا 5 میلی گرم پر دسیلیتر، بیمار ممکن است در ظاهر سیانوزه بوده، خون به رنگ شکلاتی باشد. این گونه متهموگلوبینمی ممکن است به وسیله افراد سالم قابل تحمل باشد، ولی در بیمارانی که به ناراحتی قلبی یا ریوی مبتلا هستند باعث اختلال جدی شده و لازم است درمان فوری انجام گیرد. برای درمان این اختلال و تبدیل سریع متهموگلوبین به هموگلوبین میتوان از احیا کننده های همچون متیلن بلو یا اسید آسکوربیک به صورت وریدی استفاده کرد. گفته احیا کننده از، یعنی ریدیوسینگ ایجنت، اکسادایز میکنه اونا آهنشو دیگه. متیلن آهنگ 3، هموگلوبین آهنگ 2. دقیقا. پس ارتوتولوئیدین تبدیل هموگلوبین به متیلن، چرا؟ چون یه ماده اکسنده است. واکنش های آلرژی. داروهای بیهس کننده موضعی استری به اسید پارا آمینو بنزوئیک و مشتقات آن متابولیزه شده که این گونه متابولیت ها در درصد کمی از افراد باعث واکنش آلرژیک می گردن. آمیدها به اسید پارا آمینو بنزوئیک تبدیل نشده و لذا واکنش های آلرژیک نسبت به آنها بسیار نادر است.
پس آلرژی نسبت به استریا بیشتره. چرا؟ چون به چی تبدیل میشن؟ اسید پارا آمینو بنزوئیک اسید. پارا آمینو بنزوئیک اسید، اوکی؟ ولی آمیدا تبدیل نمیشن. دیگه این هم که جدولشه و همش هم نهار کانال کلسیوم و این هم لوکال آنستاتیک تموم.